با سلام حضور شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، در برنامه ارتباط مستقیم از این ساعت در خدمت شما هستیم. بحث این هفتمون رو اختصاص دادیم به کارزار جهانی در حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران، کارزاری که بعد از عبور از فراز و نشیب‌های بسیار، بعد از چنگ در چنگ شدن با رژیم آخوندی و دنبالچه‌هاش در خارج کشور، بعد از خونسا کردن و بی اثر کردن توطئه و شیطانسازی های رژیم و مزدوران و لابیهاش، به ضربه کلان خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا بر رژیم آخوندی منجر شد. خب برای برنامه این هفته که بازم اختصاص به فعالیت‌های شما اشرف نشانان در کارزار جهانی دفاع از مجاهدین داره، خانم مهناز سلیمیان دبیر ارشد شورای ملی مقاومت ایران مهمان ما هستند. خانم سلیمیان سلام می‌کنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. من هم سلام دارم خدمت خواهران و برادرانم در اشرف و لیبرتی و همچنین سلام دارم خدمت همه هموطنانم در اقصی نقاط جهان. بله خیلی متشکرم خانم سلیمیان از اینکه دعوت ما را پذیرفتید، در این برنامه شرکت کردید. من خواستم قبل از اینکه وارد بحث‌های اخص این برنامه‌مون که همچنان که در ابتدای برنامه توضیح دادم اختصاص داره به بررسی وجوهی در واقع از کارزار گسترده بین‌المللی برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی، یعنی تلاش‌ها و فعالیت‌های خستگی ناپذیر هموطنانمون در آمریکا و در اقصی نقاط جهان، یک سوال مقدماتی از شما بکنم. خب میدونیم که خروج مجاهدین از لیست آمریکا خب یک رویداد بزرگی هست که در همین ابتدای دهه 90 حادث شده، آنچنان که حتما در لحظاتی پیش هم دقت کردید و شنیدید، حتی ولی فقیه ارتجا رو هم در سخنرانی که با در دیدار با مزدورانی که تحت عنوان دانش آموز اون راه رو اونا رو به صحنه آورده بودند، نتونست خودش رو کنترل بکنه و خلاصه از سقوط ارزش‌های استکبار جهانی دم زد. میخوام بپرسم که شما این رویداد بزرگ و این پیروزی رو چطور بهش نگاه میکنید و از نظر شما حائز چه اهمیتی هست؟ بله، ببینید، توطئه استعماری ارتجایی بردن اسم سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در لیست گروه‌های تروریستی در واقع چکیده سیاست مماشاتی بود که غرب با رژیم ایران دنبال می‌کرد. در واقع که این سیاست به همت رهبری پاکباز و شجاعانه خانم مریم رجوی و همچنین اشرف نشان‌ها و مجاهدین در اشرف و سایر نقاط جهان در هم شکسته شد. به لحاظ تاریخی این واقعه، این پیروزی چیزی مشابه دادگاه لاهه که دکتر محمد مصدق در اون شرکت داشت. بعد از گذشت 50 سال، فکر می‌کنم تقریبا بیش از 50 سال گذشته از این دوران، هنوزم که هنوز توی دادگاه لاهه اگه به خاطر داشته باشین، هنوز هم صندلی که دکتر محمد مصدق تو دادگاه نشسته بود رو کنار گذاشتن به پاس زحماتی که برای حقوق مردم ایران کشیده، اون رو کنار گذاشتن و خیلی از بازدیدکننده ها میان الان و میبینن اون رو به عنوان یک اثر تاریخی، یک اون رو مشاهده میکنن. تاریخی در واقع. بله دقیقاً. من خوب همینجا هم جمله‌ای که دکتر محمد مصدق گفته بود که چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور این مبارزه ملی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به نتیجه برسد. و الان می‌بینیم که خانم مریم رجوی، البته یک زن، تونسته این مبارزه را ادامه بده و اون هم با چه قاطعیت و با چه عزم و اراده‌ای، و تونسته حق و حقوق ملت ایران رو از دست استعمارگران بگیره و به منصب ظهور برسونه و یک افتخار دیگر رو برای ایران و ایرانیان به بار بیاره.
در واقع این هستش که شما این وقتی میبینید الان تو امروز تو اخبار باز نشون داده شد که چجور به عجز و لابه میفتن، از ولی فقیه گرفته تا بقیه سران سه قوه رژیم، و این چنین حرف میزنن. چون من فکر میکنم بیش از 750 خبر و موضع‌گیری طی این هفته ها سر همین خروج از لیست از جانب رژیم داشتیم. آدم از رو خود رژیم متوجه میشه که اهمیت چقدر این موضوع اهمیت داشت، و برای همین هم هستش که رهبر مقاومت اعلام کرد که با خروج از لیست چیزی فرق خورد و دورانی عوض شد. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. سوالات دیگه ای هم هست که من در طول برنامه خدمتتون مطرح خواهم کرد، اما اجازه بدید قبل از هر چیز نوبت رو بدیم به دوستان و هموطنانی که با ما در ارتباط هستن، در تماس هستن، صحبتاشون رو بشنویم. در فواصل تماس ها باز هم من خدمت شما سوالات دیگه ای رو مطرح خواهم کرد. سلام میکنم به هموطنمون میترا از آمریکا. خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام خدمت مهمون گرامیتون خانم سلیمانیان. خسته نباشین. میخواستم بهتون تبریک بگم این پیروزی بزرگ و به همه اعضای مقاومت، به فرزندان دلیر مردم ایران در کمپ اشرف از لیبرتی و برادر عزیزم به خصوص. میخواستم بهتون بگم که واقعا من خودم به عنوان یک فرد و یک هوادار مقاومت واقعا احساس میکنم که خیلی نتونستم اونطور که باید شاید کاری انجام بدم، وظیفه‌ام بوده و افتخار میکنم. همونطور که میدونین این پروسه در مراحل مختلف در جهات مختلف پیش رفته، و اون کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که بتونیم تا اونجا که میشه در صحنه حاضر باشیم، در تظاهرات ها، در تحصن ها. خود من وقتی اون حمله 2009 اتفاق افتاد اصلا نفهمیدم چجوری خودم رو برسونم به واشنگتن، و تا اونجا که میتونستم بودم اونجا در اعتصابات، در تظاهرات، در امضاگیری، در توضیح به مردم عادی، کسایی که نمیتونستن از آمریکایی، ایرانی، خارجی که چه گذشته بر مردم اشرف، اینا کی هستن، ما کی هستیم و چی میخوایم و چه جرم و جنایتی بر اینها میره، از رفتن به کلیساها و کنیساها، صحبت کردن با کشیشا، مردم گرفتن امضا برای نماینده ها، با خود نماینده ها در کنگره آمریکا یا سنای آمریکا ملاقات می گرفتیم، زنگ می زدیم، از اینجا تماس می گرفتیم، وقت می گرفتیم. کارزار هنوز تمام نشده. کارزار بزرگ و واقعی اینه که آزادی به مردم ایران برگرده و مردم ایران حق مالکیت و رهبری و حق زندگی در مملکت خودشون داشته باشن. اون مملکت مال همه مردم ایرانه، مال یه مش آخوند دوزاری بی سواد جنایتکار نیست. اما از آمریکا ناصر رو پای خط داریم. ناصر سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید، بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رفیع و مهمون گرامیتون خانم مهناز سلیمیان. من خیلی خوشحال هستم در خدمت ما هستم. بله ناصر، تا اونجایی که من میدونم خودتو مشخصا در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، در ارتباط با نمایندگان کنگره آمریکا در این رابطه فعال بودی. میشه از این فعالیت ها و مشخصا تأثیراتی که این فعالیت ها بر روی این نمایندگان و نتایجی در واقع که به بار آورده برای اون توضیح بدید؟ بله حتما. بله من هم مثل دوستان دیگه اینجا یک تعدادیمون تماس فعالی داشتیم با نماینده های کنگره و سنا در این رابطه، و اونها با نشون دادن مدارک و دلایل مختلف نشون دادیم که این لیست در بی اساس هست، این نامگذاری، و از اونها خواستیم که بیان و حق این مقاومت رو به قول معروف بگیرن و تو این کارزار با ما شرکت بکنن و همراهی بکنن، و خب تعداد قابل توجهی در چند مورد، حتی اکثریت کنگره نمایندگان آمریکا، اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا، و در قطعنامه مثلا 60 هم بیش از 100 نماینده کنگره آمریکا از وزارت خارجه خواستند که
اسم مجاهدین رو از فیل لیست در بیاره و این چیزی نبود جز تماس مداوم ماها و دوستانمون با این نمایندگان و به اینها این اطلاعات رو دادن و به قول معروف بتونیم به اینها نشون بدیم که این لیست گذاری چیزی نبوده جز برای خوشایند آخوندها و خوشبختانه اینها وقتی این حمایت رو از طرف جوامع ایرانی اینجا دیدند و دیدند که چقدر توی این موضوع ما جدی هستیم و اینو دنبال میکنیم و بعد هم که دادگاه های امریکا وارد شدن تو این زمینه و همونطور که میدونین مثلا شکایتی که توسط مقامات اسبق همین دولت مردان امریکایی انجام شد و مجموعه کارهایی که بود از مطبوعات و غیره و اینها باعث شد که به هر حال وزارت خارجه به درخواست دادگاه تن بده و مجاهدین رو از توی لیست در بیاره. نوبت رو بدیم به دوستانی که با ما در ارتباط هستن. سلام میکنم به زندی از آلمان، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما حمید آقای عزیز و مهمان عزیزتون و با تعظیم به همه خواهران و برادرانمون در اشرف و لیبرتی و تمام اشرف نشانها در سراسر دنیا، به واقع که افتخار بزرگی بود که در کنار مقاومت و با این همه کار بسیار گسترده ولی بدون خستگی تونستیم این مثلا حکم رو که پاره پاره شده بود، تکه تکه شده بود، از صحنه خارج بشه و مجاهدین که در حقیقت قسم خوردن برای نابودی رژیم آخوندی به پا ایستادن، از 33 سال به این طرف با همه دستیسه هایی که سر راه این مقاومت توسط آخوندها به وجود اومد، خوشبختانه با اراده محکم اشرفیان و رهبری برادر مسعود و رئیس جمهور عزیزمان این به مرحله نهایی رسید. امروز اگر نگاه بکنیم میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی چقدر جلز بلز میکنه، چقدر ضربه کاری بوده، چقدر تونسته این رژیم رو خلاصه به لختهی رسونده که این خودش باعث خوشحالیه. من در همون اوائل اکتبر باور کنید روزی 5-6 تا تلفن داشتم که همین به اسلام آدمای معمولی که بعید میدونستن که اصلا این مسئله انجام بشه ولی با چه احساس بسیار عالی به من تبریک میگفتن و به من میگفتن که پیام ما رو به مقاومت برسونی، شما شاهکار کردید با این کاراتون، اصلا آدم احساس غرور میکنه و واقعا هم جای غرور داره. این همه بار سنگین مسئولیتی که این 33 سال به دوش این مقاومت بوده، چقدر زیبا این مقاومت تونست با همون صداقت و اون بردباری و اون تحمل تونست در ما هوادارا در خارج از کشور چقدر به ما مسئولیت داد، چقدر ما رو شاداب نگه داشت. این نشون دهنده اون نیت پاک و سالم این مقاومت هست که خستگی ناپذیر به جلو داره میره. امروز دیگه وحشت رژیم و قدرت گرفتن مردم ایران نشان از سرنگونی این حاکمیت است و خداییش من بعضی ما احساس میکنم که با این درگیریایی که رژیم در داخلش داره نشان دهنده اینه که ترس و استراب و نگرانیش از آزاد شدن مجاهدین از این لیست ننگین باعث سرنگونیش میشه. حتما هم این سرنگونی خیلی سریعتر از آنچه که تصور میکنیم به نتیجه میرسه. من این به اصطلاح این پاره پاره شدن و حکم نابجایی رو که به مجاهدین عزیزمون لقب میدادن، امروز به همه ایرانی ها، به تمام ایرانیان سراسر داخل ایران، به عموم ایرانیان در خارج از کشور تبریک میگم، چون جای تبریک داره و همه اون کسانی که یک لحظه به این تابلو نگاه کنن میبینن که این مجاهدین لحظه ای رو از دست ندادن و موفق شدن و این ایمان در تمام اینها بود که ما رو در صحنه
حفظ کرد و از این به بعدم انشالله آماده میشیم برای اون حرکت بزرگ که یعنی سرنگونی تام و تمام این رژیم خواهد بود. به همه شما خسته نباشید میگم، برای تک تکتون آرزوی سلامتی و بردباری دارم. شب همتون بخیر. قربان شما. من هم سلام دارم خدمت شما آقای زندی. همینطور که خودتون گفتین واقعا ضربه کاری بود. از طرف دیگه وقتی که میگفتین که این مبارزه و این انقلاب انسان رو شاداب میکنه، من یاد جمله افتادم که میگفتش که انقلاب و مبارزه انسان رو زیبا میکنه. در واقع حرفتون کاملا به حق هستش. آدم توی مبارزه هستش که سرشار میشه و دقیقا توی این مبارزه هست که این طور همه جلو میان. واقعا درود بر شما، خسته نباشید. تماس بعدیمون از آمریکا است، از کالیفرنیا. سلام میکنم به خواهرمون فریده، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، قبل از هر چیز میخواستم این پیروزی بزرگ یعنی لغو برچسب تروریستی از مجاهدین رو به رهبریت سازمان مجاهدین، به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین در سراسر دنیا و به خصوص به مردم ایران تبریک بگم. چرا که لغو این برچسب آخوند ساخته در واقع نشون دهنده یک تغییر و تحول کیفی در صحنه مبارزاتی و سیاسی ایران هست و نشون دهنده شکست و پایان سیاست مماشات با رژیم آخوندی است. این پیروزی حاصل 15 سال کار شبان روزی اعضا و هواداران و مردم آزاده ایرانی هستش که تحت رهبریت آقای مسعود رجبی و خانم مریم رجبی انجام گرفته. این پیروزی حاصل استقامت باور نکردنی و فراموش نشدنی اشرفیان در کمپ اشرف بوده و من هم به عنوان یک هوادار بسیار ساده و جزئی مجاهدین امیدوارم که تا به حال تونسته باشم و از حالا به بعد هم بتونم که در این راه کمکی باشم. درود بر شما. من میخواستم یک سوال از شما بپرسم در مورد فعالیت‌های خودتون. میشه لطفا در این مورد برامون توضیح بدید و اینکه چه موانع و مشکلاتی بر سر راه شما و امثال شما وجود داشت و چطور این موانع رو در جهت رسیدن به هدفهایی که در پیش رو داشتید و مشخصا همین کارزار از پیش پا بر می داشتید؟ من در واقع خود من از آخرین حمله‌ای که به پایگاه اشرف شد و با چشم خودم دیدم که این مجاهدین در کمپ اشرف چگونه با دست خالی و بدون سلاح در مقابل نیروهای نظامی مالکی و رژیم آخوندی ایستادگی کردند، واقعا دیدن اون صحنه ها در من شخصا یک تحول عجیبی به وجود آورد و به من یک مسئولیت بیشتری رو روی شونه های من گذاشت. به همین خاطر از اون موقع تصمیم گرفتم که کارم رو که در یک شرکت کامپیوتری کار میکردم رها کنم، بلکه بتونم وقت بیشتری رو در اختیار این مقاومت بگذارم. من خودم چند تا از نمونه از فعالیت‌هایی که برای لغو این برچسب تروریستی در امریکا می‌شد که خودم شاهدش بودم و یا در اون شرکت جزئی داشتم میگم. یکی فعالیت‌هایی بود که در کلیساها می‌شد که واقعا در سراسر آمریکا تمام خانواده‌های هوادار یک شمع‌های خودشون رو دیگه گذاشته بودن برای کار با کلیساها. تیم‌های مختلف تشکیل می‌شدن با تمام به هر صورت گرفتاری‌هایی که هر خانواده‌ای به طور طبیعی داره، مشغولیت‌هایی که هر خانواده‌ای داره. شنبه‌های ما در اختیار کار با کلیساها بود و به کلیساها می‌رفتیم، با اونها صحبت می‌کردیم، مدارک می‌بردیم، شرایط ایران رو می‌گفتیم. در نتیجه همین فعالیت‌ها بود
که هزاران واقعا کشیش و کلیسا نامه ها حمایت امضا کردن و از کانگرسمناشون، سناتوراشون، از خانم کلینتون تقاضای لغو لیست رو کردن. یکی دیگه از فعالیت هایی که داشتیم تظاهرات ها بود که بیشترشون البته در واشنگتن بود و با گرفتاری های مادی، خانوادگی، کاری ما حمیدی داشتیم، سعی میکردیم که به هر وسیله شده در این صحنه ها حضور داشته باشیم و واقعا هیچ مانعی نمیتونست باز از اینکه در همچین تظاهرات هایی نباشیم. از جمله تظاهرات بزرگ 12 آگوست بود که بیش از 10,000 نفر هوادار بیانیه آزاده جلوی وزارت امور خارجه شرکت کردند و تقاضای خارج از لیست مجاهدین رو کردند. اکسیون که واشنگتن بود که بیش از 1,000 روز طول کشید. همونطور که میدونین واشنگتن زمستون‌های بسیار بسیار سرد و تابستون‌های بسیار بسیار گرم داره. یک روز نشد که بچه‌ها جلوی وزارت امور خارجه حاضر نباشن. با روحی مشاده، با روحیه بالا و با عزم جد هر روز اونجا حاضر بودن. به طور من شنیده بودم که حتی این کارمندان توی وزارت امور خارجه گفته بودن که ما برای اینکه یه روز بتونیم صدای این بچه‌ها رو نشنویم یا توی یه میتینگ شرکت کنیم مجبوریم یا گوشی در گوشیمون بذاریم یا پنجره‌های اتاق‌هامون رو ببندیم که صدای فریاد این بچه‌ها به گوشمون تو وزارت امور خارجه روز نرسه. دیگه از فعالیت‌های در اینجا میشد فعالیت‌هایی بود که در کنگره و سنا میشد که من خودم یه مقداری شانس این که در این زمینه فعالیت کنم داشتم. کمک های توی فعالیت هایی که توی سنا می شد کردم. در نتیجه همین فعالیت هایی که در کنگره بود بیش از 1,000 نفر از کنگرسمنا و نماینده ها از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا قطعنامه شخص رو که خواستار لغو این چسب تروریستی بود امضا کردن و واقعا حمایت بسیار بالایی در اثر سالیان سال فعالیت بچه ها توی کنگره واقعا از ما شد از طرف نمایندگان در کنگره. توی سنا من خودم این کارم، یعنی من توی کالیفرنیا زندگی میکنم ولی واقعا میرفتم دو هفته واشنگتن میموندم. هر روز صبح که میشد ما بسیار ارگانایز، همه چیزمون آماده، اخبار جدید، عکس، مدرک، همه چی رو برمیداشتیم و به هر وسیله‌ای که میشد از این نماینده ها توی سنا وقت ملاقات میگرفتیم. شما خودتون بهتر میدونین گرفتن نیم ساعت از یکی از این نماینده های سناتور ها کار آسونی نیست. اینها خودشون هزاران مسئله روی میزشون دارن ولی ما به هر وسیله‌ای که میشد با ایمیل، با تماس تلفنی، با حضور در اونجا از اونا وقت میگرفتیم، عکس و مدارک میبردیم، شرایط مردم ایران رو توضیح میدادیم، به اونا سعی میکردیم بفهمونیم که مجاهدین نیستن که تروریست هستن، این رژیم ایرانه که تروریست صدور میکنه. به اونا سعی میکردیم بفهمونیم که سیاست مماشات برای همه دنیا بده، سیاست مماشات با ایران، که این رژیم آخوندی خونخوار وجودش نه تنها برای ایران و ایرانی بلکه برای تمام دنیا مضر هست و واقعا یا میتونستیم ازشون ملاقات بگیریم یا حتی اگر در بعضی شرایط نمیتونستیم ملاقات بگیریم میرفتیم توی راه‌ها سنابای میزدیم ساعت‌ها، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت بابای میزدیم تا بلکه بتونیم یک نماینده سناتور و یا یک سناتور رو توی راه رو ببینیم. برای 2 دقیقه هم که شد پیام خودمون، پیام مردم ایران رو به گوش اینا برسونیم. در فعالیت ها که همونطور که میدونیم تقریبا 4-5 نفر ما سناتورهای زیاد میتونستیم حمایت بگیریم ولی من میخوام زبده ترین اونها رو خدمت شما بگم که سناتور لوین، سناتور مکین، سناتور براهام، سناتور لیبرمن که اینها از احزاب مختلف آمریکا هستند که واقعا بی‌نظیره که در آمریکا حول 1 محور از
گروه به مختلف آمریکا اینقدر توافق نظر باشه. یعنی ما واقعا تونسته بودیم تو مرز اینا رسوخ بکنیم و این صدای حقانیت مجاهدین رو تو قلب های اینا ببریم. این تحقیه بود که در استماعها در سنا بود شرکت میکردیم و همین سناتورهای زبده که الان اسمشون رو برای شما گفتم در استماعی که با وزارت امور خارجه بود، نماینده وزارت امور خارجه اونجا بود، این سناتورها بلند شدن از ساکنان کمپ اشرف حفاظت اونا حمایت کردن و گفتن که آمریکا مسئول حفاظت جون این اشرفیان هست و در نامه‌های متعددی سناتور لوین خانم کلینتون سوال کرد که ما می‌خواهیم بدونیم برای چه هنوز سازمان مجاهدین در لیست هست و شما باید اگر دلیلی دارین بدین، اگر دلیلی نیست باید که این سازمان از لیست در بیاد. و در صورت با من کارهای چندین ساله که در کنگره شد اثر بسیار زیادی در لب این بچه تروریستی داشت. فقط من میخوام این رو شما بدونین که این کارهایی که شده در هر ساده است، در هر 5 دقیقه میشه گفت، ولی هر کدوم از ما، هر کدوم از این شنوندگانی که الان دارن صدای منو میشنوند خودشون میدونن که من یک خانواده چقدر درگیری ها داره، ولی این هواداران اشرفیان اشرفشانان تمام زندگی تفریحات خودشون بودجه مالی خودشون تمام اینها رو گذاشتن برای از میون برداشتن همچین بدبخت ناچاری. و واقعا میبخشید من زیاد صحبت کردم، ولی یک چیز دیگه میخوام بگم که من آینده رو بسیار روشن میبینم و معتقد که اگر ما تونستیم یک ماهی به این بزرگی، یعنی این برچسب تروریستی رو از جلوی پای خودمون برداریم، هر کار دیگری رو میتونیم بکنیم. به خصوص حالا که دیگه این برچسب تروریستی از میان رفته، این مقاومت میتونه به طور قانونی از حمایت‌های مادی، نیرویی، وقتی همه هموطنان به طور قانونی استفاده بکنه. در شرایطی که الان رژیم ایران در منتهای ضعف خودش قرار داره و هر روز داره ضعیف‌تر و ضربه‌پذیرتر میشه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تضادهایی که درون رژیم هست، واقعا الان دیگه وقتش رسیده که مردم به خصوص در خارج از کشور هر نوع کمک مادی و معنوی و نیرویی که میتونن به این مقاومتی که 30 ساله در علیه آخوندهای خونخوار جنگیده و تا آخرش هم خواهد جنگید کمک‌های خودشون رو به این مقاومت بکنن، چرا که این تنها نیروی سازمانی و تشکیلاتی که میتونه ایشالله با همکاری همه مردم آزادی خواه مملکتمون از دست این جانیان پس بگیره و آزادی رو به ایران برگردونه. من صحبتم رو با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادی تموم میکنم. از شما متشکرم که به من وقت دادین که احساساتم رو با شما در میون بگذارم. درود بر شما، واقعا خیلی ممنونیم از گزارش، هرچند در این فرصت محدود، اما گزارش بسیار خوب و جامعی که از فعالیت‌های هم خودتون هم بقیه خواهران و برادرانمون در آمریکا در ایالت کالیفرنیا دادید و تک تک این فعالیت‌ها بوده که خلاصه منجر به این دستاورد و این پیروزی شده. من هم درود می‌فرستم به تو فریده، واقعا گزارش بسیار خوبی رو دادی. من می‌دونم که از یک از هزار رو نگفتی از زحماتی که کشیدی، در واقع میدونم که برای شما هواداران این مقاومت چون جز ارزش هایی هستش که خیلی از کارهای کرده خودتون رو بیان نمی کنید، ولی این پیروزی به دست تک تک شما ساخته شده و بنا شده و در واقع خیلی از من هم بسیار لذت بردم از
حرفا و نکاتی که گفتی و هم از پیامی که دادی به بقیه هموطنانمون سر کار. واقعا یک گزارش بسیار جامعی بود. دست درد نکنه، خسته نباشی. خودت میدونی که این کارزار ادامه داره، همونطور که تو خودت گفتی، حالا چه تو پهنه‌های سیاسی، مالی و همچنین تو رابطه با داخل. وضع رژیم خیلی خرابه همچنان که خودت گفتی و خلاصه یک جنگاوری ها تو الان داشتی میگفتی از فعالیت هایی که کردی. من راستش در کس نخارد فکر کنم خیلی از هموطنانمون خیلی از ابعاد این رو متوجه شدن از حرفایی که تو زدی، ولی خب همچنان که خودت میدونی ما یک ابعاد جدیدی از کس نخورد و در پیش رو خواهیم داشت، چون که هدفهای بالا بلندتری رو هم داریم. خسته نباشی، خیلی متشکر از گزارشی که دادی. موفق. اما بریم به آلمان و نوبت رو بدیم به عباس. سلام میکنم به عباس، خواهش میکنم بفرمایید. سلام، من عباس هستم. با سلام و تبریک به تمامی آنها که زحمت کشیدن، رزمندگان آزادی، به بچه های لیبرتی و اشرف. من زیاد مزاحمتون نمیشم، ولی خواهر مهناز در ابتدای برنامه گفتن، مقایسه کردن این شاهکار، این کار بزرگ را با اون کاری که دکتر مصدق کرد. ولی باید یک نکته هم بهش توجه کرد که دکتر مصدق در اون زمان در اپوزیسیون نبود، ولی خواهر مریم در اپوزیسیون هست. از این نظر من فکر میکنم این کار خیلی باشکوه‌تر و مهمتر از اون کاری بود که دکتر مصدق انجام داد. به هر حال دکتر مصدق خیلی امکانات در اختیار داشت، امکانات دولتی اینا، ولی خواهر مریم در مقام اپوزیسیون امکاناتش فقط امکانات مردمی و امکانات خلق بود. اساس این لیست گذاری را اساسا نشانه عظمت و استقلال مجاهدین میدونم. در پایان به تمام بچه های لیبرتی میگم خسته نباشید، به بچه های خارج کشور و به تمام دوستان و آشنایی که میدونم، به برادرم رحمت، سیروس، سیروس جمالی، رحمت جمالی، بهتون سلام میگم و بهتون میگم خسته نباشید، به امید پیروزی بزرگ و دیدار در ایران آزاد و دموکراتیک. درود بر شما عباس عزیز، خیلی ممنون از تماستون. تماس بعدیمون از آمریکا هست. سلام میکنم به محمد رضا، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم، من محمد رضا هستم، از دالاس زنگ میزنم. سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. واقعا روزای سختی بود موقعی که ما شروع کردیم. من خودم یادم این موقعی که رفتم که دفتر یه کنگره ای که موقعی که ما شروع کردیم صحبت کردیم، گفتیم ما از طرف هواداران سازمان مجاهدین هستیم و آمدیم اینجا که این لیبل تروریستی از بین مجاهدین برداریم، یه نگاهی کرد و بعد اونها گفت انشالله موفق بشیم یه روزی. ولی یه حالتی بود که فکر میکرد که هیچ وقت ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. بعد من در جواب بهش گفتم ببین یه چیزی به شما دارم الان میگم. موقعی که دکتر مصدق میخواست شرکت نفت رو ملی کنه، همین حرف رو گفته بودن به ما که شما نمیتونین انگلیسی ها و امثال ها اونایی که استثمار میخواستن بکنن و حقوق ملت ایران رو بگیرن و ببرن و ما اینو مطمئن باشیم از لیست خارج خواهیم کردش. فقط که بعد گفتش که امیدوارم که موفق باشیم و بعدم همین ایشون اومد یکی از کسایی بودش که امضا کردش. من خودم تو دو تا از دادگاهایی که سازمان مجاهدین وزارت امور خارجه آمریکا رو برده بود در دادگاه حضور داشتم و واقعا اون جوشی که همین هموطنان با همدیگه داشتیم و در اونجا بودیم، این وکلای ما و حتی اونایی که جاج بودن اونجا ما رو نگاه میکرد، همینجوری مونده بودن که چطور میشه اینقدر این ایرانی ها انسجام داشته باشن و برای این کاری که دارن میکنن از کار و زندگیشون بگذرن و بیان اونجا و بعد میدونن که چطور از مثلا تگزاس، نیو مکزیکو، آریزونا، کالیفرنیا، شیکاگو از ما میپرسن از کجا آمده بودیم،
که بلند شدیم اومدیم و در دادگاه رفتیم. مثلا که بعضی از ما خودمون تفسیر رانندگیمون رو نشون میدادیم به اینا که اینا مطمئن میشن که واقعا ما جایی که میگیم از مثلا از آرزونا یا نیومکزیکو اومدیم واقعا از اونجا اومدیم. بعد از این کاری که گذشتش واقعا در دادگاه دومی بود که کاملا من خودم میدونستم که این مقاومت پیروز خواهد شد و همون کاری که دکتر مصطفی در دادگاه لاهه کرد و حق ملت ایران رو به ملت ایران برگردون، این دفعه هم حق ملت ایران که سازمان مجاهدین نباید در لیست تروریستی باشه این حق رو به دست آوردیم. و من واقعا اینو بهتون خدمتتون بگم، در تاریخ آمریکا هیچ وقت وجود نداشت یک سازمان دولت آمریکا به اصطلاح بذاره توی تروریستی، گروه تروریستی مثل سازمان مجاهدین، و تو اون دادگاه این مقاومت و این سازمان پیروز بشه. گرچه مثلا نلسون مندلا و یاسر عرفات و امثال ما تو لیست تروریستیشون گذاشته بودن ولی خودشون آوردن بیرون بدون اینکه مثلا یاسر عرفات یا نلسون مندلا برن و شکایت کنن. ولی این اولین باری بود که توی شکایت تو دادگاه دولت آمریکا و وزارت امور خارجه است باخته. موقعی هم که سه روز قبل از اکتبر یک اومدن و گفتن که مجاهدین ما بر میداریم از لیست تروریستی، اینو باید در میآوردن، یعنی هیچ چاره دیگه واقعا نداشتن. اگر در دادگاه میرفتن 100% میباختن. چون چیزای محرمانه ای که گفتن تو اسنادی که دارن بر ضد سازمان تمامش مال وزارت اطلاعات رژیم آخوندی بود و هیچ کدومش صحیح نبود. برای همین دولت آمریکا میدونست که خودش اگر میخواد خراب نکنه باید این لیبلی که به سازمان مجاهدین زده رو میآورد بیرون و از لیست خارج میکرد. درود بر شما محمد رضا. منم از این طرف در رابطه با همتون. درود بر شما. واقعا در این کارزار 12 ساله که خودتو گفتی درگیرش بودی و بالاخره با همین تلاش ها و پشتکار و کوشش های خستگی ناپذیر و خلاصه در نوردیدن مسافت های طولانی با تحمل همه رنج ها و مرارت هاش بالاخره به بار نشست و به پیروزی رسید. مبارک همه شما باشه. انشالله که در ادامه این راه شاهد تلاش ها، کوشش ها و پیروزی های هرچه بیشتری باشیم. درود میفرستم به تو و به همه خواهران و برادرانی که اونجا فعال بودند در این کارزار خستگی ناپذیر شرکت داشتند. خب میدونم که اگر که فرصت بود دوستان میکردم ولی چون مثل زمان نیست خیلی از دوستان پشت خط هستن، وگرنه من هم به برادرمون محمد رضا سلام دارم و حالا اجازه بدین که بقیه رو وصل بکنی وگرنه بقیه صحبت همون بعدم میکنم. بازم از آمریکا از کالیفرنیا رسول رو پای خط داریم. سلام میکنم به رسول، خواهش من بفرمایید. سلام از ماست آقای رفیق و سلام خدمت خواهرم مهناز و همه هموطنان عزیزمون، در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم رسول عزیز. البته خب زمان برنامه‌مون محدود است، رو به پایان، کاش فرصت میبود بیشتر با شماها صحبت میکردیم که دست اندر کار این تلاش‌ها و کوشش‌ها بودید. من میخواستم خیلی مختصر و خلاصه اونچه که خود شما درگیرش بودید و اونچه که خلاصه به اون رسیدید تجربه اگر دارید برای اون بفرمایید. بله خدمتتون عرض کنم که خود این قانون به اصطلاح ضد تروریسم آمریکا و لیست تروریستی اگه بخوایم اهمیت این کار رو بفهمیم باید یه مقداری اون رو بررسی بکنیم که من به طور خلاصه سعی میکنم این کار رو بکنم. سه تا شرط داره، هر کسی توی این لیست تروریستی هست باید داره سه تا شرط باشه. یکی اینکه سازمان خارجی باشه، یکی اینکه درگیر کارهای تروریستی باشه یا اینکه نیت و توان درگیر شدن در کار تروریستی رو داشته باشه. یکی هم اینکه حرکت‌های اون گروه تهدیدی برای امنیت ملی و اقتصادی آمریکا داشته باشه. محدودیت هایی که قانون برای افراد شامل این لیست تهیه میکنه اینه که امکانات مالی اونها کاملا مسدود میشه و به اصطلاح آمریکا سایر کشورها هم تشویق میکنه که این کار رو بکنن. یکی این که ایزوله کردن اینها، این گروه ها در صحنه بین المللی
یکی غیر قانونی دانستن هر گونه کمک مالی یا هر گونه کمکی که به این نیروها کمک بکنه، یکی دیگه آگاه کردن مردم در مورد تروریست بودن این گروه‌ها، و پنج اطلاع دادن به صلاح آمریکا به سایر کشورها در مورد اهدافش نسبت به این گروه‌ها. حالا این به صلاح افرادی که پشت این جریان بودن خب خیلی زیاد بودن. یکی خب خود رژیم بود که با وطن فروشی‌ها و کارهایی که میکرد و حال نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و با صرف میلیاردها دلار در این رابطه خب خیلی تعیین کننده بود. دیگه کارخانه‌های اسلحه سازی بودند که در سال گذشته یعنی 2011 رکورد فروش اسلحه در تاریخ آمریکا شکسته شد و در زمان پرزیدنت اوباما بیشتر از هر رئیس جمهور دیگه اسلحه فروخته شد، که این مبلغ در سال گذشته 66.3 میلیارد دلار بود. در مورد فروش اسلحه فقط یک قلم به عربستان 33 میلیارد دلار اسلحه فروختن، که در گزارشی که از طرف کانگرشنال ریسرچ سرویس یا سرویس تحقیقات کنگره داده شده، علت اصلی فروش این اسلحه ها تهدیدهای رژیم ایران ذکر شده و همچنین در مورد بقیه کشورهای منطقه خلیج فارس که خرید اسلحه توسط اونها هم به همین دلیل در این گزارش ذکر شده. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی هستند که اونها هم رکورد‌های خیلی جدید و خیلی بالایی را داشتن در سودآوری. برای مثال خدمتتون عرض کنم که زمانی که نفت بشکه 150 دلار بود، اینها قیمت نفت فرض کنین در آمریکا همینقدر بود که الان هست و بشکه 85 دلار هست، که دلیل اصلی اینها هم همچنین در گزارش‌ها تهدیدهای رژیم ایران و به اصطلاح تهدیدها در مورد بستن تنگه هرمز و کلن تنش‌های موجود توسط ایران در اون منطقه ذکر شده، که دلیل بالا نگه داشتن این به اصطلاح قیمت‌ها توسط کمپانی‌های نفتی و به اصطلاح تنش‌های موجود در منطقه هستش. حالا اگه یک توجه بکنیم، اولا قانون خیلی مسئله رو باز نگه داشته، یعنی اینکه دست وزارت خارجه خیلی باز هست به خاطر اینکه این قانون با یک نیروی خارجی داره به اصطلاح مبادله میکنه و طرف حسابش نیروی خارجیه، بنابراین دستش رو باز گذاشته. مثلا میگه هر کس که نیت به اصطلاح کار تروریستی هم داشته باشه میتونه توی این سازمان باشه، درست توی این لیست باشه، در صورتی که همچنین قانونی در مورد فرض کنید یک آمریکایی که اگه بگن قصد کشتن یه نفر داشته نمیان مجازاتش بکنن، ولی چون نیروی خارجی طرفه خب این کارو کردن. حالا این مسئله اهمیت به اصطلاح اینا نشون میده که در یک جبهه کمپانی‌های نفتی اسلحه سازی و خود رژیم هستند و مماشاتگرا، و طرف دیگه به اصطلاح مقاومت ایران با تعداد خیلی خیلی کم نسبت به اونها و امکانات بسیار ناچیز، که خب در این رابطه ببینید که هیچ توازنی وجود نداره. ولی ما به هر حال با درسایی که از اشرفیان عزیز گرفتیم و دیدیم اگه اونها میتونن با گوشت و پوستشون بر اراده هاشون بر تانک ها و گلوله ها پیروز بشن، خب ما هم گفتیم که میتونیم با حمایت به اصطلاح رهبریمون با خط و خطوط رهبری و اینها بتونیم با کمک هم دیگه و یک کار دست جمعی بسیار فشرده حساس و به اصطلاح خوب بتونیم این کار رو انجام بدیم، و به هر حال این رو محقق شد و به همه تبریک میگم. اگه سوالی داریم باز در خدمتتونم. سوال که خیلی داریم رسول عزیز، گوشه ای و بخشی از اونچه که واقع شده رو گفتی، حتما در مورد تلاش‌ها و فعالیت‌های خودتون که در صحبتات اشاره داشتی بهش، حتما گفتنی زیاد است. متاسفانه
فرصتش رو ما در این برنامه نداریم. انشالله در برنامه‌های بعد باز هم این موضوع رو دنبال بکنیم. به هر حال تشکر میکنم از اینکه این حرفا و توضیحات دقیق رو دادی در ارتباط با موضوع لیست گذاری مجاهدین از یک طرف و توطئه‌ها و تلاش‌های رژیم و مماشاتگران، و از اون طرف هم خب کارزار گسترده و خستگی ناپذیری که منجر به درهم شکستن در واقع این نامگذاری ننگین ارتجایی و استعماری شد. درود بر تک تک شما. خیلی متشکرم از وقت من. متشکرم. خب وقت برنامه متاسفانه رو به پایان هست و امکان وصل تماس دیگه ای از دوستان رو نداریم، با وجود اینکه به من اطلاع میدن که بسیاری از دوستان پای خط هستن و منتظر با عرض معذرت و پوزش از شما هم وطنانی که امکان این رو نداریم الان که بتونیم صحبتاتون رو بشنویم. انشالله ما هفته آینده هم این بحث و گفتگو رو ادامه خواهیم داد و منتظریم که با ما در تماس باشید و در این برنامه بتونیم صحبت‌های شما رو بشنویم و من جمله نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های رژیم و لابی‌هاش در آمریکا، به خصوص در این سالیان در ارتباط با همین کارزار علیه این برچسب ننگین. همچنین از دوستانی که برامون پیام فرستادن از طریق اس‌ام‌اس یا از طریق فیسبوک، هموطنی که از ایران فرستادن نوشتن که سلام بر شما، من 20 سال پیش با شما بودم، همیشه در قلب من هستید، درود بر شما، همیشه شما با این مقاومت هستید و فاصله زمانی مطرح نیست. یا هموطنمون صمد صمدی که ایمیلی فرستادن و تبریک گفتن و تقدیر کردن از تلاش‌ها و کوشش‌های اشرف نشان‌ها، درود بر شما. شما اگر متأسفانه فرصتی نشد سوالات دیگه ای رو من خدمت شما مطرح کنم، اگر خودتون نکته‌ای دارین خواهش می‌کنم بفرمایید. نه، من راستش دیگه دوستان خیلی از صحبت‌ها رو کردن، بسیار بسیار دیگه هم میترا در واقع خیلی از بحثایی که ما می‌خواستیم بگیم بچه‌ها با ذکر فاکت‌ها از خودشون بیان کردن، هم فریده بسیار زیبا صحبت کرد و هم میترا و بقیه دوستان دیگه، آقای امینی همین الان داشتن صحبت میکردن، بعد اون رسول امینی داشت صحبت میکرد یا محمد رضا دالاس، خلاصه هر کدوم گوشه ای از فعالیت ها و زحماتی که طی این مدت کشیدن، فکر کنم که بسیار خوب این بحث کس نخارد رو به عیان نشون دادن و اینکه چجوری این لیست محقق شد، یک کار ناشدنی چجوری شدنی شد و میتوان و باید رو چجوری با زحمات انجام دادن. راستش همطور که خودتون گفتیم بحث زیاد بود، من خیلی دلم میخواست سر پیامدهای این لیست صحبت میکردیم، ولی خب حتما تو برنامه های بعدی شما خودتون برنامه میذارین. فکر میکنم که این نکته بسیار مهمی هستش که تو صحبت های رهبر مقاومت بود، اینکه یک دوران عوض شد، وارد دوران دیگه شدیم، وارد دوران پیشروی به سوی سرنگونی رژیم داریم میشیم، خیلی مسئولیت ها و بار سنگینی رو دوش تک تک ما میگذاره. همونطور که گفتم یک مدار جدیدی از بحث کس نخورد رو میخواد، یک جنگاوری جدیدی میخواد، یک جنگ هزار برابر دیگه میخواد که فکر میکنم که تمامی این اشرف نشان ها آماده اون هستن و بسیار، چون خود ماها که میشنویم بسیار بسیار انگیزه داریم برای این جنگ و از یک طرف آدم میبینه وضع خراب، بسیار خراب رژیم. امروز شما تو اخبارتون داشتین نشون میدادیم اصلا یک چیزای عجیبی، آدم از جنگ گل کامل از سرچباغدارانش رفته شده رژیم. بله، بسیار آدم احساس میکنه بسیار فضای جدید نو و بسیار زمینه است برای کار کردن. نه. و امیدواریم که توی این زمینه ها نیز این دوستان اشرف نشانه های ما و یاران این مقاومت همچنان پیشتاز جنگاور صحنه رو دست داشته باشن. بله، تشکر میکنم شما خانم سلیمیان به خاطر شرکتون در این برنامه. دوستان عزیز، به اتفاق مهمان برنامه خانم مهناز سلیمیان دبیر ارشد شورای ملی مقاومت ایران، از همه شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی ارتباط مستقیم.